به نام خدا. سلام دوستان، محسن آهنی هستم، مربی کیک بوکسینگ و بوکس. اگر یادتون باشه جلسه گذشته حرکت رقص پا رو داشتیم کار میکردیم که گفتم کار داریم با این حرکات، باز هم باید ادامه بدیم. این جلسه دنباله جلسه گذشته هستش، همون تکنیک چپ، حرکت دست چپ و پای چپ و پای راست با هم دیگه داشتیم کار میکردیم. حالا ادامه همون جلسه، امیدوارم که کار کرده باشید. همون چیزایی که من گفتم جلسه گذشته با هم دیگه یک مقدار تمرین کردیم، الان میخواییم ادامه بدیم همون حرکات رو و یک مقدار فراتر بریم و تکنیک جدیدتر. اگر حضور ذهن داشته باشین، گفتم دست چپ پای چپ با همدیگه یه گام برمیداره، میریم جلو و پای راست دنبالش کشیده میشه. درسته؟ ببینید، یک، دو، به سمت عقبم که دلش گفتم، یه گام به سمت عقب، یه تک راست، یه گام، یه تک راست، که این ضربه راست یا همون کراسی که ما داریم میزنیم ضد حمله به حریفیه که به سمت ما حمله کرده. پس من رو برای میستیم، وقتی حریف حمله میکنه یه جهش به سمت عقب، یه تک راست میزنیم، دوباره یه جهش، یه تک راست. حالا همینا یه چند بار انجام میدیم، بعد میریم سر اون تکنیک جدیدی که میخوام بهتون بگم، یعنی مرحله بعدیش. به حالت گارد دست چپ پای چپ، یک، دو، سه، به سمت عقب، یک، دو، سه، چهار، دوباره میریم جلو، یک، دو، سه، چهار، به سمت عقب، یک، دو، سه، چهار. خب ببینید، من ضربه چپم زدم و پای چپ میره جلو. حالا شما همین حالت گاردتون که ایستادین، ببینید طول پا رو زیادش کنید. براتون توضیح میدم دلیلش چیه. طول پا زیادتر باشه، حالا ضربه راستتون رو که میخواییم بزنید همزمان با زدن چرخش پای راست و پای راست یک مقدار میاد جلو. دقت کنید، یه مقدار، دو مقدار نشه، زیاد نشه. ببینید، همزمان با جلو اومدن پای راست چرخش کمر هم، لگن و کمر هم داریم. پس دست راست و پای راست توأم با همدیگه و با چرخش کمر و شونه چپ به سمت عقب. به آرومی انجام بدید، یک، برگردین دوباره طول پا رو زیادش کنید، دو، سه، چهار، پنج، شش. دقت کنیم به چرخش کمر من، هفت، و پای راست که همزمان با چرخش یک مقدار میاد به جلو، هشت، نه، ده. دست چپ هم ده بار انجام میدیم. دست چپ پای چپ با هم دیگه، یک، دو، سه، چهار. دقت کنید، من همزمان که دست چپ هم میزنم پای چپ هم یک مقدار میچرخونم بیرون، از کمرم کمک میگیرم. ببینید، از اول دقت کنید، یک، دو، سه، چهار، پنج، و برمیگردیم سر جای خودمون، شش، هفت، هشت، نه، ده. عزیزانی که بوکس کار میکنن، یه سری از همکارای عزیز، مربیان عزیز، ضربه چپی که میگن به اون از جوهاشون میگن چپ رو بزنید، پاشنه پای چپ بچرخ، یا هوک چپ، هوک چپ، آپرکات چپ، تو هم با هم دیگه باشه. بله، این حرکت هم هست، منتها این هم باز سلیقه‌ایه. یه سری تزشون اینه که اگر این چرخش پاشنه داشته باشم ضربه بعد ما شاید نتونم سریع تر بزنم، ولی نه، این حرکت هم هست، این حرکت هم هست. نفر میتونه ضربه رو بزنه، از همینجا برگرده ضربه راست پرقدرت تری بزنه. چرا؟ چون وقتی من ضربه هوک چپمو زدم یا چپ مستقیم، از همینجا برگردونم میتونم سرعت عمل بیشتری داشته باشم. ولی باز میگم این سلیقه‌ایه. خود من معمولا میگم چپتون رو
دوستانی که کیک بوکس کار میکنن، چون اون ضربه لوکیکی که بهتون آموزش دادم اگر حین ضربه نفر پاشو به چرخونه ممکنه لوکیک بخوره پشت پاش و زمین بخوره. من به این دلیل میگم وگرنه نه، خود من چپمو سلیقه خود من نظرم این حالت یو که چپ آموزم، مگر اینکه مواقعی توی حرکت های جامپین باشه با چرخش کمر و پای چپ برای قدرت بیشتر. یعنی این هم داریم، اگر من دارم این حرکت انجام میدم چپی که میزنم یک مقدار پای چپم از حالت صاف میاد رو به داخل، دلیلش اینه. یک بار دیگه پای راست میریم، دست راست پای راست، طول پا رو از حالت معمول بیشترش میکنیم، یک دو، بعد انجامش بدیم، بعد تکرارش کنیم که مرحله بعدی میخواییم بریم راحت تر متوجه بشید. پس انجام بدیم، طول پا رو بیشتر کنیم، یک دو، چرخش ها کامل باشه، سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده. دست چپ هم یک بار دیگه، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده. خب اینا رو انجام دادیم که برسیم به این مرحله، پس خوب گوش کنید، دقت کنید، با من انجام بدید. من دست چپ پای چپ هم میزنم، درست شد؟ ببینید من برای این میخوام، بذارید اینطوری براتون بگم. روبره کیسه من ایستادم، ببینید الان من چپ راست هم زدم، فاصله حرکت شونه هم کاملا کشیده است، شونه راست هم همینطور، پا هم ثابت. حالا من میخوام ضربامو، هر دو ضربامو به حریف برسونم یا به کیسه بوکس برسونم. دقت کنید، ببینید حالا براتون توضیح میدم. خب من مقدمه این حرکت بهتون گفتم دست چپ پای چپ با هم دیگه بکشید، انجام بدید. شما خوبه، دست چپ پای چپ کشیده، پای راست ثابت برای این حرکته، برای حمله جهشی به حریف. حریف که فکرش نمیکنه که شما ثابت ایستادین، ضربتون شاید بهش نرسه. شما یه لحظه قاپلگیرش میکنی، با جهش میرین سمتش و ضربتون رو بهش میزنی و فرار میکنی برای این حرکت. پس بیشتر دقت کنی، روی گارد چپ پای چپ کشیده، پای راست ثابت، دست چپ پای چپتون رو نگه دارید. فعلا دست راست پای راست همزمان که داره میاد دست چپتون جمع میشه. ببینید چپ کشیده، دست چپ پای چپ کشیده، زمانی که دست چپ من داره جمع میشه همون رفت و برگشتی که جلسه فکر کنم دوم یا سوم براتون توضیح دادم. یعنی اینا یه جورایی دست به دست همه، باید دقت کنید، باید با هم دیگه پیش بریم، تمرین کنید. پس یک بار دیگه، چپ کشیده پای چپ، دست چپ و شونه چپ من داره برمیگرده، دست راست و پای راست چرخش، یک دو. میریم عقب دوباره، انجام بدید با من، یک کشیده دو، یک شونه چپ کشیده دو، دست راست پای راست چرخش کمر و پای راست هم یک مقدار میاد چرخ. اینو خیلی باید کار کنید، کسی بخواد این تکنیک رو یاد بگیره خیلی باید کار کنه، خیلی باید تکرار کنه. اینو من نمیگم که ناامید بشید، بگید وای چقدر سخته، شاید یه سری هم نگاه بکنم بگن که ساده است، چیزی نیست، ولی مهم در عمله، در عمل کار کردن و بتونی درست اجراش کنی مهمه و بتونی کاروردیش کنی باز این خیلی بهتر. پس
باید وقت بگذارید، باید اینو تکرار بکنید، تکرار آروم آهسته، تسلط پیدا کنید، تکنیکاتون درست بشه. حتی بتونم گفتم، اگر یادتون باشه گفتم از خودتون فیلم بگیرید، فیلم بگیرید بعد بشینید ببینید. چرا؟ چون خودم این کارها رو بعضی وقتا انجام میدم. بعضی وقتا از هنر آموزایی که دارم شما کار میکنم مثلا میگم فلان دستت میفته، یا راستی که داری میزنی تو برگشتش میفته، میگه نه من حواسم هست خوبه نمیفته. بعضی وقتا فیلم ازش میگیرم یه لحظه اسلو موشنش میکنم، حرکت رو هسته میگم ببین، بعد متوجه میشه یا ها راست میگه. باید این کار رو بکنی، این کار خیلی جواب میده. از خودتون فیلم بگیرید، اونه که میخوان خیلی بهتر بشن آنالیز کنین خودتون رو، و گفتم حرکاتتون و صحبتهای من رو تطبیق بدید، خیلی بهتر میتونید پیش برید. با هم انجام میدیم چند بار این حرکت رو. دست چپ های چپ، یک دو، یک دو، یک دو، یک دو، یک دو. دقت کنید حرکت شونه من رو کاملا دقت کنید، چرخشی کمر، چرخش پا، یک دو، یک دو، یک دو، یک دو. خب یه مقدار سرعت اون رو بیشتر میکنید، البته زوده، ولی من الان حالا دارم بر اون عزیزانی که یه مقدار مسلط‌تر شدن یا تمرین بیشتر کردن، با یه مقدار، نه که زیادتر، یه مقدار سرعتمون رو میبریم بالا. بیستیم با شمارش، یک گام برید اخر، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده. دقت کردی؟ باز من روبرو انجام میدم پنج حرکت، دقیقا چپ راستایی هم که میزنین روبروی پیشونیتون یک نقطه. آماده این؟ بریم، یک، میری دقیقا، دو، سه، چهار، پنج. خدمتتون عرض کردم قسمت رقص پا کردن، گفتم چی؟ گفتم توانایی حرکت در جهات مختلف، ساید استپ. هنوز براتون نگفتم، براتون توضیح میدم جلسات آینده. رد کردن ضربات، اسلیپ رول، کند کردن و ضربه زدن حین رقص پا کردن بسیار بسیار مهمه، و کسانی میتونن این کار رو انجام بدن که خیلی تمرین کرده باشن روی تکنیک های پاشون، روی رقص پاشون، تکنیک های دستشون، ترکیب دست و پاشون، هماهنگی دست و پا، که بسیار بسیار مهمه در بوکس و کیک بوکسینگ. هماهنگی دست و پا دوستان بسیار مهمه، ساده نگیرینش. اونایی که میخوان قهرمان شن، اونایی که دوست دارن فایتر بشن، خیلی باید کار بکنن، خیلی باید کار بکنید که دست و پاتون هماهنگ باشه. اگر هماهنگ باشه میتونید ضرباتتون رو کاری بزنید، مسلط بشین به حریف. و همیشه یادتون باشه معمولا اونایی که رقص پاشون ضعیف داره یا توی مسابقه هنگامی که حریف حمله میکنه، مثلا ما میگیم ضربات مؤثر بهشون بزنی یا ضد حمله بزنی، حریف هایی که فقط بالا پایین میپرند بدون استراتژی خوب، بدون اون نقشه‌ای که تو ذهنشونه، اون برنامه‌ای که تو ذهنشونه، اون تاکتیکی که میخوان پیاده بکنن، ممکنه توی بالا پریدن حریف مقابلشون یه ضربهش بزنه. و معمولا گفتم بهتون جلسات گذشته، کسایی که جهش بالا دارن زدم که پاهاشون از زمین فاصله گرفته، اگر ضربه بخورن
به راحتی میافتن زمین، به راحتی گیج میشن، به راحتی ناکدان میشن یا ناکاوت میشن. اینو در جریان باشی. پس بنابراین اینو دارم میگم برای کسایی که میخوان توی مبارزه از ضرباتشون استفاده کنن، بدونن چه زمانی استفاده کنن. یکیش اینه، یکیش زمانی که حریف داره حمله میکنه یا تو رقص پا داره میاد. چرا؟ چون جهش زده. یک پاش یا دو پاش ممکنه از زمین به فاصله یک سانت یا نیم سانت بلند بشه. اون موقع بهترین زمان ضربه زدنه برای امتیاز گرفتن، برای ضربه فنی کردن حریف. و اینم باز برای خودتون در نظر داشته باشید که حین رقص پا کردن اگر به سمت حریف دارین حمله میکنید، همینطوری بیگدار به آب نزنید، با فکر برید جلو، چون ممکنه همین اتفاق هم برای خودتون بیفته. پس اینا گفتم که دو طرفه باشه، فقط این نباشه که فکر زدن باشه، پیش بینی بکنید، اونقدر رقص پاهاتون کامل و خوب باشه و تسلط داشته باشین که همه چیزا در نظر بگیرید. همیشه من گفتم یه کیک بوکسور، یه بوکسور، یه فایتر خوب فوق العاده باید باهوش باشه. شاید یه سری دیدگاهش این باشه بگین اینا چیه، مثل جنگه، مثل دعواه. ولی فایترهای خوب، قهرمانای خوب اگر دنبال کنین، آدمای تحصیل کرده، آدمای بسیار بسیار باهوش. چرا؟ چون که هنگام مبارزه تو صدم ثانیه باید تصمیم بگیره کجا رو بزنه، کدوم حرکت رو رد بکنه، فلان ضد حمله رو بزنه و الی آخر. پس بدونید که فایترها، کسایی که کار میکنن، فکر بسیار بازی باید باشن، داشته باشن، خیلی خیلی باید باهوش باشن که بتونن خوب کار بکنن. پس بنابراین دوستان لطفاً خواهشان، اگر دوست دارید تمرین بکنید، حالا هر لول کیک بوکسینگی که بخواد یا هر لولی که میخواد نفر بوکس کار بکنه، بنابراین اون اهدافی که داره که براتون گفتم، کاهش وزن هست، سلامتی هست، صرفاً یه ورزش که از حالت کسلی در بیاد برای جلوگیری کنه از افسردگی یا هر چیز دیگه، تا برسه به قهرمانی باید کار کنید. سعی کنید تو هر لولی که میخواین کار کنید بهترین باشید، خوب گوش کنید، خوب یاد بگیرید، خوب تمرین بکنید. خب و اما باز هم همون مانعهایی که بهتون گفتم باش خیلی کار داریم. اون حرکتای پایی که بهتون گفتم امیدوارم انجام داده باشین. یه بار مرور میکنیم به سمت عقب، راست، جلو، دقیقا ببینید حالت پای منو، سمتی که حرکت میکنم به سمت راسته، یعنی پای بیرون من به سمت راست میره و میام جلو، به سمت چپ میرم پای چپ، جلو و برمیگردم، چپ، جلو، به سمت من. حالا میخوایم چیکار بکنیم؟ همین حرکت پا رو اگر انجام داده باشین قطعا تسلطتون بیشتر شده. حالا به سمت جلو که میایم ضربه چپ میزنیم. ببینید میایم عقب به سمت راست، جلو که ما حرکت میکنیم همون ضربه چپ و پای چپ هماهنگ با هم که گفتم هماهنگ باشه. میرید عقب دوباره به سمت راست، چپ، عقب، چپ. حالا اسمای انگلیسیش هم میگم که حالا دوستان حالا یه وقت اشتباه نکنن. دست جلو همون جب هست. بعضی وقت حالا اسم خیلی عامیانه‌شه که اکثر باشگاه دوستان همکارا میگن چپ راست، یا دست جلو جب، به سمت عقب ضربه راست، رایت هند یا هم کراس حرکت میکنی جب. سعی کنید حواستون به پاها باشه. به سمت جلو که میای دست چپ پای چپ هماهنگ باشه. با هم دیگه انجام میدیم دوباره دست چپ رو. بریم، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت،
8 9 10 خب حالا دست راست همین حرکتی که داریم انجام میدیم میایم جلو هیچ ضربه نمیزنیم بلکه فعلا یه وقت اشتباه نکنیم و متمرکز تر باشه دست عقب یا هم کراس میایم عقب یه ضربه کراس میزنیم به سمت راست جلو به سمت عقب که داریم میایم ضربه مون رو میزنیم پس جلو هیچ ضربه نمیزنیم سمت عقب میایم ضربه مون رو میزنیم یک تمرین بسیار خوب برای هماهنگی دست‌ها و پاها و حرکت پاها در چهار جهت. با من انجام بدید. 1 2 با چرخش بدن. 3 4 5 6 7 8 9 10 خیلی باید اینو کار کنید این خیلی ساده است چیز خواستی هم نمیخواد، ابزار خواستی هم نمیخواد. گفتم 4 تا مانع، 4 تا بطری نوشابه استفاده بکنی و باید این حرکت رو کار بکنی. حتی اونایی که میخوان کارش وزن داشته باشن. یکی دو جلسه گذشته فکر میکنم، گفتم بهتون. شما مثلا این حرکت رقص پا رو انجام بدید. حالا تعداد مانعاتون رو بیشتر بکنید. برید 4 بار 5 بار این حرکت رو برید با حرکت دست. اون دیگه به شما بستگی داره که تواناییتون در چه حدی هست مثلا 4 بار یا 5 بار انجام میدید 5 تا شنا 10 تا حرکت شکم 10 تا بریج 10 تا استاپ دوباره یا چند دقیقه راه برید نفس عمیق یعنی استاپ نداشته باشید و حالت حوازی بشه و چربی سوزی برای کاهش وزن بسیار عالیه دوباره شروع کنید انجام دادن تکنیک نیکیک بزنید اینا همه رو میتونید با هم دیگه میکسش بکنید و 40 دقیقه 20 دقیقه یا حتی 1 ساعت تمرین بسیار خوب داشته باشید. جلسه امروزمون هم دوستان تموم شد. این حرکاتی که من بهتون میگم حتما کار بکنید، حتما وقت بذارید. تکرار بکنید. تکرار واقعا معجزه میکنه. بارها گفتم و میگم هر جلسه من بهتون میگم ناامید نباشید تمرین بکنید. فراموش نکنید آدمای سخت‌کوش، آدمایی که پرتلاشن وقت میذارن تمرین میکنن. شاید خسته بشن، شاید گریه بکنن، ولی رها نمیکنن. این نباشه که تمرین بکنید به مرحله برسید بعد بگید که خب خسته شدم دیگه ولش کن. سعی کنید کار بکنید، تمرین کنید. شدنیه. قوی میشین و آرزوی من سلامتی و قوی بودن شماست. من محسن آنی هستم از طریق اینستاگرام میتونیم با هم دیگه در ارتباط باشیم.